این چه احساسیه که من و تو مثل همین، از همه دنیا جدا، نه زیادین نه کمین. دارم ست میکنم لحظه لحظه با منی، تو تمام لحظه ها تو هوا پر میزنی. دارم ست میکنم توی بیداری و خواب، دل واسه تو میزنه با یه دنیا تب و تاب. این چه احساسیه که بی تو آروم ندارم، حتی وقتی با منی باز تو رو کم میارم. دارم ست میکنم خیلی نزدیکی به من، خودتو نشون بده عاشقونه حرف بزن. دارم ست میکنم مثل روزای قدیم، هنوزم کوچه عشق و من و تو خوب بلدیم. این چه احساسیه که بی تو آروم ندارم، حتی وقتی با منی باز تو رو کم میارم. این چه احساسیه که واسه من مقدسی، تا دلم تو رو میخواد تو به دادم میرسی. دارم ست میکنم لحظه لحظه با منی، تو تمام دسته خواب تو هوا پر میزنی. دارم ست میکنم توی بیداری خواب، دل واسه تو میزنه با یه دنیا تب و تاب. دارم ست میکنم لحظه لحظه با منی، تو تمام لحظه ها تو هوا پر میزنی. دارم ست میکنم توی بیداری و خواب، دل واسه تو میزنه با یه دنیا تب و تاب. سلام، خوشحالم که باز هم در خدمت شما عزیزان هستم با یک قسمت دیگه از سکوت، کاری از گروه هنری تصویرسازان. امشب هم باز مهمان هنرمند ما کارش موزیکه. فکر میکنم که دوستانی که اهل اینترنت باشن ایشون رو زیاد بشناسن و با آهنگاشون آشنایی داشته باشن. خواهش میکنم که خودتون رو معرفی بکنید برای بینندگان عزیز برنامه. الان سلام میکنم خدمت بینندگان برنامه سکوت و خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و همینطور آرش جان خوشحالم که شما رو دوباره میبینم و رضا رحمتی هستم و کار موزیک و چند سبایی که انجام میدم به صورت حرفه‌ای و در خدمت هستم. بسیار عالی. رضا رحمتی عزیز از راه دور اومده از مشهد و ما سلام میکنیم به همه هموطنانمون در مشهد، به همه مشهدی های عزیز در همه جای جهان، به مشهدی های پشت صحنه هم سلام میکنیم و بهشون خسته نباشید میگیم. یه مقداری آرزا استراحت بکنه و یه چای میل بکنه، برمیگردیم و وارد قسمت اصلی برنامه هم بشیم. متشکرم از رضای رحمتی عزیز که در برنامه ما حضور پیدا کرده، ازش تشکر میکنم و بهش خوش آمد میگم مجددا از طرف گروه هنری تصویرسازان. خوب رضا جان چه خبر؟ سلامتی، همه چیز مرتبه، همه چیز آروم، همه جا هوا همینطوره. خیلی ممنون. از کارهای جدید بگو. کارهای جدید که حقیقتا امسال سال شلوغیه برای من، چون دارم با چند تا تنظیم کننده مختلف کار میکنم و یک خطی رو ترسیم کردیم که امسال خیلی حرفه‌ای‌تر از سال‌های قبل کار کنیم و کارهایی بدیم که دیگه شأن اون موسیقی که مردم میپسندن رو داشته باشه، نه کارهایی که مثلا از نظر میکس مستر ضعیف باشه یا مشکلی داشته باشه. پس الان به ما این وعده رو میدی که تا چند وقت دیگه یک موزیک ویدیو جدید از تو ببینیم؟ حقیقتش من موزیک ویدیو یکی دارم کار میکنم با آقای حسین زاده که اسمش چیه؟
این کار هستش به نام تملی ما که کار کاور از آقای عمرو دیابه. یک کار دیگه هم هستش که اگه خدا بخواد، حالا آهنگشو با آقای الیاس شیرزاد صحبت کردیم که قرار انجام بشه و کلیپ بشم اگه خدا بخواد با آقای بوشهری، برادران بوشهری. بله بله، بسیار عالی. الیاس شیرزاد هم از هنرمندای خوبی کشور ماست. آقای رحمتی عزیز، دیگه بخوام یواش یواش وارد بحث جدیمون بشیم و یه مقداری به تو نزدیکتر بشیم. قبل از هر چیز من شماره پیامک رو برای شما عزیزان مجددا میخونم. 3089-83-89-83 اگر دوستان زحمت بکشن توی LCD هم به ما نشون بدن. بله، خیلی ازت ممنونم. هر شب به 5 نفر 5 دستگاه لپتاپ میدیم، به 50 نفر پکیج طلایی هدیه میدیم، به 1390 نفر هم تخفیف 55% خرید پکیج نقره‌ای. باز هم شماره رو میبینید، فقط یک رو اسمس بکنید برای ما. دوستان عزیز لطفاً دوباره اسمس نزنید، اسمستون حذف میشه از این برنامه تا برنامه بعد هم فرصت دارید. خب رضا جان، با تو دوست داری که راجب چی بیشتر صحبت کنیم؟ دوست داری از چی بیشتر ازت بپرسم؟ موسیقی باشه که راحت تره، ولی اگه سوالای دیگه هم دارید در خدمتتون هستم. خیلی خوب، سوالای دیگه دارم پس میرم وارد اونم میشم. به نظر تو مدیریت زمان یعنی چی؟ مدیریت زمان یعنی اینکه از زمانت بتونی به نحو احسن و بهترین بازدهی که داشته باشه بتونی استفاده کنی، نه اینکه زمانو یک حالت چیپ قرار بدی که نتونی ازش اون بهرهی که میخوای ببری. تو فکر میکنی مدیریت زمان داشتی الان که اینجا هستی؟ یعنی توی این جایگاهی که الان قرار گرفتی فکر میکنی مدیریت زمان داشتی؟ 100% داشتم که تا حالا تونستم اصلا همینجا باشم یا جای دیگه. این نداشتم که باید شاید مثل یک فرد معمولی دیگه کار روزمره رو انجام میدادم. پس حتما رضا رحمتی چند سالته؟ من تازه دیگه شدم 29 سال. بسیار عالی. رضا رحمتی 29 ساله، متأهل یا مجرد؟ من متأهلم. متأهل؟ بسی چی با جرأت؟ آره متأهل. بیشتر هم دستم. چه وقتی که ازدواج کردی؟ عرضم به حضور شما که یک سال و نیم. آره یک سال و نیمه. یک سال و نیمه که ازدواج کرده. رضا رحمتی 29 سالشه و فکر میکنه که مدیریت زمان داشته. اعتماد به نفس از نظر تو چیه؟ اعتماد به نفس از نظر من همین که راحت بتونی اون چیزی که تو دلت هست بیاری تو هر زمینه ای، اصلا بحث هنری یا غیر هنری نیست، داشته باشی بتونی اونو به جلو ببری، جرأت بیان نکنی. آره توی هر زمینه، تو هر زمینه، اصلا بحث موسیقی و چیز دیگه ای نیستش. نظرت راجع به کودکی، جوانی و پیری چیه؟ کودکی از نظر من درست بعضیا میگن لحظات خوبیه، نمیدونم همه خاطره دارن دوست دارن به عقب برگردن، ولی من کودکی رو اصلا دوست ندارم برگردم. چون کودکی خوبی نداشتی یا که اصلا کلا فکر می‌کنی کودکی اصلا چیز چون خوبی نیست؟ ذهنم به اون بلوغ نرسیده بود، نتونستم استفاده بهینه‌ای بکنم، به خاطر هم میگم کودکی از نظر من مرده بوده. یعنی اصلا به تو زیاد خوش اصلا خوش نگذشت، دوستم ندارم برگردم. ولی از نوجوانی به بالا چون ذهن شکل میگیره میتونی مسیرهای بهتری انتخاب کنی، بهتر تونستم استفاده کنم، بخاطر همین لحظات شیرین تری داشتم. بسیار عالی. خطا ویژگی انسان، عفو گذشت ویژگی الهی. خطا میگن آزمون خطا ما داریم. خب 100% همه خطا میکنن، تا این آزمون خطا رو نداشته باشیم نمیتونیم به اون اوج چیزی که میخوایم برسیم. شاید بعضی وقتا اتفاق میفته به کسی میگم از جا حرکت نکن، اگه حرکت کنی اینجا یخ زده است، لیز میخوری میخوری زمین، تا اون طرف برف من گوش نمیکنه، تا نره نخوره زمین نفهمه چیه و تجربهش نکنه، آره همون آزمون خطاست. پس باید نمیشه، بزرگتر هم میشه میگن از تجربه ما استفاده کنی، ولی ما همیشه میگیم نه نه باید باور کنیم، باید تجربه کنیم دیگه. اگه تجربه نکنیم به نظرم یک روزی باز همون اشتباه رو میکنیم. پس تو فکر میکنی اگه تجربه نکنیم ضرر میکنی؟ 100% ضرر میکنیم. من فکر میکنم باید تجربه کنیم. نمیشه، یعنی تو ذهن کسی نمیره که بگه آقا فلان این کار کرد اگه تو نکنی فلان میشه. باید آدم تجربه کنه اون سوزش یا یک چیز منفی رو حس کنه، دیگه به اون رجوع نکنه. مثلا این مثال معروفی که میزنن
کسی که دستش میکنه تو اول ما رو میگن چی میگن دفعه دوم میکنه همین حرفه به نظر همینه. این حرف خیلی خوبه، ولی اینکه تو الان گفتی که اعتماد به نفس یعنی اون چیزی که اون کاری که تو دوستش داری، حرف دلته و به زبون میاری. حالا اگر من خواستم این کارو بکنم و مثلا یه روزی پدر من به من گفتش که این کارو نکن، من تجربه کردم اینجوری، من از علاقم گذشتم. همین اعتماد به نفس به نظر من یک معنی دیگه‌ش همین آزمون خطاست. طرف اعتماد به نفس داره دیگه، از یک بلندی میخواد بپره تا نپره نمیفهمه میتونه بپره یا نپره. همینه دیگه. پس گاهی تجربه آره لازمه که خودمون تجربه بکنیم. 100% من فکر می‌کنم اینجوریه، چون کسی هر چیزی رو هم بگه ما خودمون رو من کنیم که اون کارو انجام بدیم، از آخر یه روز اون کارو انجام میدیم. پس بهتره که تو جوونی آدم این تجربه رو بکنه. که معمولاً فکر می‌کنی حرف می‌زنی یا حرف می‌زنی بعد راجعش فکر می‌کنی؟ دو حالتش. تو هر دو تا وضعیت. آره. گاهی وقتا حرف می‌زنی، گاهی وقتا. دقیقاً، چون بعضی وقتا آدم مسئله می‌بینه، مسئله احساسی، یه دفعه سری موضع میگیره، سری صحبت میکنه، ولی بعضی آدم میشینه فکر میکنه درباره موضوعی. دو حالتش من دارم حقیقتش. در هر دو وضعیت هست. آدمی کمروی هستی؟ کمرو قبلا زیاد کمرو بودم، ولی جدیدا یاد گرفتم که کمرو نباشم، چون وقتی میبینم وقتی کمرویی خیلی قصد سوء استفاده رو دارن، یعنی بله. غیر مستقیم یا مستقیم. به خاطر همین دارم به خودم یاد میدم که نه گفتن رو سریع‌تر بگم. حالا من میخوام یه سوال خیلی خوب از تو بپرسم و اینکه میخوام تو راجبش کامل برای من توضیح بدی. مدتیه که من درگیر اینم. من احساس میکنم که ما الان تو موسیقیمون، مخصوصا تو بچه‌های جوان که مثل تو دارن فعالیت میکنن، میخوام به من بگی که این تقلید ماجراش چیه؟ چرا ما اینقدر دوچار تقلیدیم؟ ببین یه دوست عزیز اینجا اومد نشست گفتش که ببین یه وقت تقلید یا پیروی از یه سبکه. من الان چیزی که دارم میبینم دقیقاً تقلیده. تقلید از نظر کلام میگین یا از نظر موزیک؟ کلن مثلا من تو موزیک ویدیو، تو کلیپ مثلا یا آقایی میبینم که قلبی یه حرکت های انجام میدن، دقیقاً همون رو پیاده میکنن تو کلیپ های احسن داخلی. نظر داجه میبین چرا این اتفاق میفته؟ چون بعضی افتا میگن ما از فرهنگ غرب استفاده میکنیم، میگن باید استفاده نکنیم، ولی به نظر من بعضی فرهنگ‌های غرب نیاز برای جامعه ما. رضا در حد تقلید نیازه یا در حد اینکه این خوبه؟ نه، چیزای مثبتش واقعا نیاز، اگه نباشه. یعنی نه، میخوام به تو بگم که با نفس تقلید موافقی؟ یا یعنی اینکه اگر این خوبه ما عینشو درست نه کنیم؟ نه، عینشو درست کنیم اشتباه. به نظر من از این کارهایی که انجام میدن، از به حساب مینی تصویر جلوه های ویژه استفاده، ما هم بیام یک نوع دیگه‌شو پیاده کنیم. اگه دقیقاً بیام اون چیزی که پیاده کردن، فقط چه شخصیت ها عوض شدن. این به نظر من اینو تو نمی‌پسندی؟ نه نه، چون باور کنین تو موسیقی هم می‌بینم دیگه این کارا رو انجام میده، ولی چیزی که ازش درسته، بعضی وقتام جواب میده، مردم دوست دارم، چون چیز جدیدی دارم می‌بینم، ولی ماندگار نیست، اینترنشنالی نیست. چجوری به شما بگم، یعنی کسی که بخواد از نگاه حرفه‌ای نگاه کنه، اصلا شاید بخندم به این کار. نظرت راجب این موضوع چی؟ کردن دوستانی هستن مثل تو دادنن کار اینترنشنال میکنن، مثلا از توی کار دیدم که به چند زبون توش خوندی. آره، کار ما ایست کار. میخوام بپرسم ازت که اصلا چی شد، چرا این سبک رو کار کردی، فکر کنی مقبوله؟ یا برای اینکه خودت رو جهانی کنی، خودت رو مثلا حالا بیشتر تو جاهای دیگه هم معرفی بکنی، رفتی به این سمت؟ عرضم بوضوع داشتن که ما 4 سال پیش بود، من و دوستم مسعود صداقتی این کار رو انجام دادیم، اومدیم یک کار بستیم به 4 زبان عربی، روسی، استانبولی و فارسی، که اون زمان واقعا تو کشورمون تک بود، یعنی این کار رو کسی انجام نمیداد، ولی جدیدن داره زیاد میشه این کار رو. خب ولی همین کار رو شبکه‌های ترکی هم پخش کردن. بله. بعد شبکه‌های عربی هم پخش کردن، کانال سما بود یا بخوان اسمای شبکه ترکی. برخورد اونا چطور بوده؟ اصلا خوردش چطور بوده؟ خوب بود دیگه. وقتی کانال 7 استار عرب میاد، با دوستم مسعود صداقتی رفت اونجا مصاحبه تصویر انجام میده، حتما باستابی داشته که میان چیز میکنن. به خاطر همین جدیدن داریم سعی میکنیم یک کار دیگه هم حالا تو دست داریم با هم دوستم مسعود، که اینم قراره کلیپش رو تو ترکیه بگیریم ان شاء الله، که چون فضا متفاوت باشه که بتونیم کارا همون شبکه هم اونجا و شبکه ها اینجا هم ان شاء الله که به زودی زود این اتفاق برای رضای رحمتی عزیز بیفته. رضای رحمتی عزیز رو دعوت میکنیم که برای ادامه چاییشو میل بکنه. شما عزیزان هم با ایمیل ما آشنا بشین، سایتمون رو که میدونید، اسمس هم 3089-83-89-83. بریم زرگیم باد میزنه، این خودش بریم باد بزنه.
ممنون از رضای رحمتی و ممنون از شما بینندگان که منتظر ما موندیم. آقای رحمتی عزیز، گفتی که دارم یک کار کلیپ شروع کردین، گفتین که میخواین انجام بدین. من میخوام ببینم که این کار رو با چه گروهی داری انجام میدی، بتونی بچه هاشون برای ما معرفی بکنی. من این کاری که میخوام انجام بدم یک کاری است که به یک از بچه های مشهد به نام آقای حسین زاده، و این کار خوبی هم که داریم آقای بوشهری هستن، برادران بوشهری، که اینم گفتن از طریق آقای مهدی شکوهی دوست خوبم با ایشون کانکت کردیم که قرار موزیکش هم یکی از حرفه‌های موسیقی ایران کار کنه و دست ایشون انجام بشه. و کلیپی که گفتم حالات اینترنشنالی داره، کارگردانش ترکه. بله ترکه، حالا اسم دقیقش رو چون هنوز 100% قطعی نشده، با دو سه نفر در حال رایزنی هستیم، می‌بینیم هر کدوم که شد انشالله در فیس یا چیز اعلام می‌کنیم که چه کاری انشالله. این کار به محض اینکه آماده بشه ما کجا می‌تونیم پیداش کنیم؟ این اگه آماده بشه انشالله، چون کاری که روش خیلی زحمتشین، رو موسیقیش فقط یک سال رو هم تک ترکش کار کردیم که کار اون معیارای استاندارد داشته باشه، در شبکه‌های تی ام بی ترکیه، کارال ترکیه و سما امارات، بعد 7 استار عرب، بعد موزیکای شبکه‌های ایرانی هم که مد نظرتون هستن دیگه اینا. بله اونا حتماً. چه سایت هایی هست برای اینکه بتونیم کارهای تو رو توشون ببینیم؟ حقیقتش که سایت هایی که من باشون کار میکنم همیشه من لست داشتم. بله. واقعا دارم میگم از همهشون ممنونم، از مدیرای سایت هایی مثل بیر موزیک، گنجا موزیک، آیار هیتس، بسات آیار، فارس کیز، 98، یز موزیک، شیراز پاتوق، خیلی. بله. سایت های دیگه که واقعا من اصلا اسمشون رو الان حضور ذهن ندارم، اینا واقعا همیشه لطف داشتن، کارهای منو ساپورت کردن و همیشه ممنوندارشون بودم. حالا من اگه سایت هایی هم که یادم رفت ازش معذرت میخوام. بله واقعا. پس تو اکثر سایت های موزیک ایرانی ما کار شما رو 100% سایت ها نه ببینید. بله یه سوال ازت میپرسم، میخوام بهم صادقانه جواب بدی. تو زندگیت ببین، ما نوشیم صادقانه میپرسیم که صادق بودن یک ویژگیه که حالت میانه نداره، یعنی یا هستی یا نیستی. تو صادقی؟ من اگه چجور به شما بگم، اگه ضربه هایم که تو زندگی میخوردم به خاطر صادق بودنم بوده. پس صادق چون همیشه با اصل خودم، با اون بصیرت خودم، هیچ وقت نمیخوام دروغ بگم، یعنی نمیتونی ها جریان ساز بشم، نمیتونم دروغ بگم. حقیقت اگه مشکلی هم خوردم به خاطر همین بوده که همیشه صادق بودم. تمنگیزترین روز سال برای رضا رحمتی؟ همانگیزترین روز خاصی مد نظرم نیست، ولی بعضی وقتا همین غروبای پاییز بیشتر آدم تو اون حس نوستالژی میبره. بسیار عالی. و اینکه اگر یک جمله، یک شعر بخوایم از تو در برنامه ما بیادگار بمونه، اون چیه؟ من یک شعر از سرودهای برادرم رو میگم، وحید رحمتی. بله. که به همراه دوست خوبم الیاس سالی آلمان هستن، دارن کارهای موزیکشون اونجا ادامه میدن. شعر قشنگی، من باش خیلی خاطره دارم و اینجا هم به بینندگان عزیز میخونم تا شنا بشنون. میخواستمت ندانستم که خواستیم، یا خواستی و ندانستم که خواستیم. خواستنم همه را بر دستت بر آسمان کردی، لا اله الا هو گفتی و بر خاک کردی. بسیار عالی. درود بر رضای رحمتی. و اینکه خیلی ممنونیم از اینکه توی برنامه خودت شرکت کردی. اگر که محمد یوسفی اومد خودمون بهش سلام میکنیم، اگر نیومد سلام ما رو بهش برسون، دوست خوب ماست توی مشهد، و باز هم یک سلام گرم میکنیم و برای همه هموطنان مشهدی اون آرزوی موفقیت و پیروزی و بهروزی داریم، ازشون هم شدیداً التماس دعا داریم در کنار بارگاه ملکوتی حضرت سامی الائمه، و امیدواریم که همیشه ایام به کامشون باشه. چه واسه اینکه معمولا مشهدی ها ایام به کامشون نیست، زیر سایه امام رضا هستن. مشهدی های پشت صحنه ما رو هم فراموش نکنید که خیلی برای این برنامه زحمت کشیدن، بیشتر از من اونا هم که درگیر برنامه هستن. این ایمیل تصویر سازانی که دارین ملاحظه میکنید، tasvirsazan@gmail.com. بعد بریم جلوتر لطفاً. این لوگو رو نشون دادن بهتون، ممنونم. شماره پیامک هستش که من، بله، 3089 83 89
83 لطفاً فقط عدد یک رو برای ما بنویسید، لطفاً یه بار اسمس بزنید در 24 ساعت و 5 تا لپتاپ میدیم، 50 تا پکیج طلایی هدیه‌تون می‌کنیم به 1390 نفر، 55% تخفیف خرید پکیج نقره‌ای اهدا میشه. آدرس فیسبوک تصویر سازان که اگر دوست داشتین از این طریق با ما در ارتباط باشید، دوستان خوب ما، و شماره های تماس با تصویر سازان رو ملاحظه میکنید. یه ذره دست تکون بده برای من، خیلی ازت ممنونم و به تو هم خسته نباشید میگم. بس دیگه، جمع بداشته باشید. باش. مرسی. برات آرزوی موفقیت میکنم رضا رحمتی. سریع الان همونجا باشه، بیا جایزه رضا رحمتی رو من برسون که من تقدیمش بکنم و از حضور رضا رحمتی عزیز مرخص بشم. خیلی متشکرم. پکیج طلایی ممنونم رضا رحمتی عزیز. دست شما درد نکنه. ممنونم. منم اینجا تشکر میکنم از شما آرش و عوامل پشت صحنه که همشهری هم هستن و آقای پرویز ریایی که واقعا همیشه به من لطف داشتن و منو به برنامه‌های وزینشون دعوت کردن. و همینجا هم تشکر میکنم از خانواده‌ام و همسر عزیزم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. درود بر شما. به دلگرمیت محتاجم، منو آروم کن. به دلگرمیت محتاجم، بازم از دنیا دلگیرم ولی با عشق تو زندم که جون تازه میگیرم. تحمل میکنم با تو بار دنیا که سنگینه، تا گرمی تو هست قلبم زمستونو نمیبینه. تو صفه بودنت باشه زیر آبار نمیمونم، با تو فریاد آوازم نباشی بغض پنهونم. منو آروم کن مثل همیشه با اون لحنی که مخصوص صداته، بگی ترس وجودم رو باشگی که میبینم همیشه تو چشاته. همه دنیا با من بچه نمیترسم، خوبیه تو به دنیایی میرسه. خودم رو میسارم دست نگاهت، تو تقدیرم با تو خوشبختی. بیمرزه بیمرزه.